بعد از ظهری بود که مطابق معمول پدر رفته بود و برادر رفته بودن منزل برای نماز و برای قضا و اینها. یه دلالی توی بسته کاغذ یه چند تا خودکار رو برد که اون موقع ناآشنا برای خیلی ها بود، ولی من میشناختم چون تازه شروع شده بود تو اروپا. من اروپا که میرفتم میدیدم یه همچیزی هست. پدر اومد و من اینو بهش نشون دادم، گفت این چیه؟ گفتم که اینم یه جور وسیله نوشتنه که تازه اختراع شده و اینا. شروع کرد به نوشتن و گفتش که جوهر جوهریه. گفتم ماره. گفت چجوری جوهر میکنن؟ گفتم که این جوهر دیگه نمیکنن، خودکاره دیگه. این کلمه یه بار مصرف هم اصلا بلد نبودیم به کار ببریم. گفتم این خودکاره، خودش می نویسه، جوهر دیگه نمیکنن. این کلمه خودکار رو این دیگه مون، این که میگن بهش خودکار، به این مناسبت بود. بعد دیگه ما می خریدیم از اون آقایی که به نام کلمیان می آورد از فرانسه، تا اینکه بعد اونا تصمیم گرفتن از ایران برن و با یه برنامه ما شدیم نماینده خود بیک در ایران و شروع کردیم به کار. چون دیگه از ساخت خودنویس مایوس شده بودم و حالا اینم یک ابزار تازه بود و حدسم می زدم که جای خودنویس رو بگیره، تصمیم گرفتم که اگه بشه ای رو تو ایران تولید کنیم. که من رفتم پیش خود آقای بیک که فوت کرده، الان پسراش و نوه‌هاش هستم، رفتم و نظرم رو بهش گفتم. به منم گفته بودن این آقا دیکتاتوره، اگر میگه نه دیگه باهاش بس نکن، ولش کن. من رفتم خواستم و بهش گفتم. یک خودکار از توی کشاش کشید بیرون و بعد رو میزش فشار داد، این شکست، نوک شکست، نوک بدنه شکست. گفتش که این ساخت آمریکاست، تو ایران میخوای چیکار کنی؟ خودکار رو پرت کرد جلو من رو میز، گفت تو ایران میخوای چیکار کنی؟ این ساخت آمریکاست، اینه. نه یه نهی گفتم، من پشتم اومدم، خیلی مایوس شدم، اومدم آلمان پیش برادرم، اونجا درس میخون. رفتم گفتم نباید مایوس شد، حالا یه امتحانی دیگه هم بکنم. یک دونه چمدون کوچیک گرفتم، اونو پول فرانک کردم. اون موقع پول فرانسه فرانک بود، حالا یوروه، فرانک. اینو پول اسکناس کردم، با قطار رفتم به پاریس. از اون منشیش اجازه ملاقات خواستم، گفت فکر نمی کنم وقت بده. گفتم حالا 2 دقیقه بر من وقت بگیر. بالاخره وقت داد، 2-3 ساعتی نشستم، وقت داد. خیلی سر شلوغ بود، وقتم به کسی نمیداد، معمولا به مشتری های مثل ما کار چیز نمیشه. بعد رفتم و سلام که کردم، در جعبه رو باز کردم، اسکناس ها رو گذاشتم جلوش. چشش که افتاد گفتم این پولا رو آوردم برای شما، شما یه دستگاه به من بده، یه قالب بده، چیز بده، من میبرم ایران. اگه تونستم یک نمونه بسازم که مورد رضایت تو بود، اجازه ساخت بده. اگه نه، من قالب رو به خرج خودم برمیگردونم، پولشم نمیخوام. ماشینم اونجا میفروشم، ماشین پلاستیک سازیه دیگه. نتونست حالا یا چجوری بود از خیر این پول بگذره. من اومدم، وقتی که خواستم تولید شروع کنم، رفتم شرکت هوخست آلمان، وقت گرفتم و رفتم و گفتم که من میخوام یه همچیزی تولید کنم، به من یه موادی بدید که موفق بشه.
اونا هم گفتن ما در ایران نماینده داریم و دستورش دادن و آزمایش کردن و دیدیم که البته چندین بار این کار تکرار شد تا اون نمونه اصلی به دست اومد و من اینا رو بسته‌بندی کردم با پنبه پیچیدم رسیدم فرانسه. یه تلگراف اومد که فوری بیا پاریس. رفتم اونجا، اون که به این آسونی به کسی وقت نمیداد، فوراً ما رو بردن اتاقش و گفتش که با چه مواد اینو مصرف کردی؟ گفتم که من نمیگم به شما تا قبل از این که شما نمایندگی رو ندی، منم نمیگم. شوخی کردم، حالت شوخی و جدی. اروپایی ها من شوخی ها سرشون نمیشه، حالا من شوخی کرده بودم تقریبا، ولی خیلی جدی گرفت و گفتش که نمایندگی رو دادم تمام شد. با چی تولید کردی؟ وقت گفتم بهش که این مواد اینش، گردش اینه، درجه حرارتش باید این باشه. خیلی خوشش اومد و دیگه طوری شده بود که سفارش کرده بود رفوگران هر وقت میاد اجازه داره بیاد پیش من. اینقدر که به من علاقمند شده و من یکی از بهترین مشتریاش، یعنی چیزی که اون کارمندشون میگفتش که شما اگر یه روزی برسید به 2000 عدد در ایران ما خیلی راضی هستیم. من رسوندمش به 200 میلیون عدد در سال.